گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که با افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و مسکن در سال‌های اخیر، یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفتند. افزایش هزینه‌های زندگی در کلان شهرها و روستاها، به ویژه در تهران، فشار اقتصادی بیشتری بر خانواده‌ها تحمیل کرده و باعث کاهش مصرف مواد خوراکی اصلی مانند گوشت و برنج شده است. همکارم در گزارش خود این موضوع را به بررسی نموده که با هم می‌بینیم. بر اساس گزارشی از مرکز آمار ایران که توسط تجارت نیوز منتشر شده، از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی می کند. این گزارش نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارها در سال 1402 را بررسی کرده است. طبق این آمار، متوسط هزینه سالانه زندگی در تهران به 330 میلیون تومان رسیده و شهرهای استانهای فارس و البرز در رده‌های بعدی قرار دارند. همچنین در روستاهای استان بوشهر بالاترین رقم هزینه سالانه خانوارهای روستایی با 18.3 میلیون تومان به ثبت رسیده است. در 12 سال گذشته افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و مسکن موجب کاهش توان خرید بسیاری از خانوارها شده و جمعیت فقرا در ایران به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که 30% از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کردند. گزارش مرکز آمار ایران همچنین به رشد چشمگیر قیمت اقلام خوراکی اشاره دارد. قیمت برنج از 12500 تومان در سال 1396 به 112000 تومان، گوشت گوسفندی از 36000 تومان به 590000 تومان و گوشت مرغ از 7000 تومان به 83000 تومان رسیده است. با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوارهای ایرانی مجبور به کاهش مصرف شدند و میانگین مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به طور چشمگیری کاهش یافته است. این در حالی است که دستمزدها در ایران به طور کلی همگام با افزایش تورم و گرانی مواد خوراکی و مسکن رشد نکرده است. با وجود افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، افزایش حقوق و دستمزدها بسیار محدود بوده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است. برای مثال، حداقل دستمزد در سال 1403 حدود 8 میلیون تومان تعیین شد که در مقایسه با هزینه‌های زندگی که بیش از 330 میلیون تومان در سال می‌رسد، کفاف نیازهای اساسی خانوارها را نمی‌دهد. بسیاری از خانواده‌های کارگری و قشرهای کم درآمد که به این حقوق وابسته هستند، با مشکلات فراوانی مواجهند و مجبور به کاهش مصرف مواد خوراکی و کاهش سطح رفاه خود شدند. این شرایط نه تنها بر معیشت خانواده‌ها تأثیر گذاشته، بلکه به افزایش فقر و نابرابری در جامعه دامن زده است. برای صحبت بیشتر در این خصوص، دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر الفت، با توجه به افزایش آمار فقر در ایران و عدم تناسب میان حقوق و هزینه‌های زندگی، به نظر شما چه راهکارهای عملی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های زیر خط فقر کمک کند؟ سلام عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. اگر خاطرتون باشه تو چند تا مصاحبه گذشته هم من عرض کردم که به هر حال هزینه هایی که نظام جمهوری اسلامی داره برای اقداماتش و تروریسمی که حالا حمایت میکنه و جنگ طلبی هاش، اینو باعث میشه که درآمدهای کشور که درآمد کمی هم نیستش، ما نسبت جی دی پی مون را اگر به قدرت خرید مردم در نظر بگیریم، به عنوان قدرت خرید ویژه شاخص به عنوان، میبینیم که با همدیگه تناسبی ندارند. همین رو ما داریم در درآمد مردم و سبد هزینه هاشون میبینیم و دولت هم و حکومت هم برای تأمین اون هزینه های اقدامات نامتعارفش در سطح دنیا متاسفانه داره از اهرمی به نام افزایش قیمت ها استفاده میکنه، افزایش قیمت ارز رو در دستور کارش انجام میده و کسری بودجهش رو از جیب مردم تأمین میکنه و بانک ها هم عملا الان علارغم
قانون پولی بانکی که اونا رو محدود میکنه ابزاری شدن برای تأمین منویات دولت. حالا راهکار چیه؟ من سال گذشته خدمتتون عرض کردم قبل از عید بلش مصاحبه داشتیم، گفتم راهکاری وجود نداره جز تغییر دیدگاه سیاسی در اقتصاد و تغییر رویکرد ایران در منطقه. نمیتوان همه این هزینه ها رو کرد و انتظار داشت اشتغال افزایش پیدا کنه. الان اشتغال کاذب که ماشاءالله زار ماشاءالله خیلی بیشتر از همه چی هستش و درآمد مردم بله. سپاس از شما دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران.